سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. تر خط خبرها، توافق روسیه و چین و پاکستان بر حذف نام سران طالبان از فهرست سیاهی جهان. ادامه برگزاری محکمه علنی مجرمان فساد مالی. دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دو تن را به جرم اختلاس پول و مجازات محکوم کرد. دو اسامی فرید احمد ولد محمد هاشم را از رهگذر اختلاس 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی مجموع مجازات جرم اختلاس می باشد. از ابتدای ایام نظارت و توقیفیت باید قابل تطبیق دانسته شد. اتهام نقض گسترده حقوق بشری از سوی فرماندهان محلی. برخی از فرماندهان محلی که از سوی CIA پشتیبانی مالی می شوند دست به نقض گسترده حقوق بشر می زنند. می پذیریم که مسئله غیر مسئول یک چالش است، نه تنها بر تخار بلکه بر نقاط مختلف افغانستان عزیز ما. و ربوده شدن یک خبرنگار زن در عراق. افراد مسلح ناشناس به خانه این خبرنگار حمله کردند و او را با خودشان بردند. من فواد امان هستم. روسیه، چین و پاکستان به گونه انعطاف پذیر توافق کردند که نامهای چهره های خاص طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شوند. خبرگزاری رویترز با نقل سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که نمایندگان سه کشور در نشست سه جانبه امروز فیصله کردند که نامهای برخی از چهره های خاص فرماندهان طالبان باید از فهرست سیاه سازمان ملل متحد از بهر انجام گفتگوهای صلح برداشته شود. هرچند حکومت افغانستان از برگزاری نشست بدون اشتراک نماینده کابل به شدت اعتراض کرده است، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که در نشست هایی که در آینده برگزار شوند حکومت افغانستان نیز دعوت خواهد شد. این سه کشور از افزایش تهدیدهای داعش در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که برخی از کشورهای منطقه برای مبارزه با داعش در کنار طالبان قرار گرفتند. معصوم استانکزایی در نشست مجلس سنا میگوید که حکومت افغانستان در برابر تماس‌های برخی از کشورها با طالبان اعتراض کرده است. رئیس عمومی امنیت ملی داعشیان را هراس افغانان خارجی میداند که در نتیجه عملیات پاکستان در بخش‌های قبایلی به افغانستان رانده شدند. از سوی هم رئیس عمومی امنیت ملی تاکید می‌ورزد که نابسامانی‌های سیاسی بر اوضاع امنیتی در کشور اثرگذار هستند. نگرانی ها از افزایش ناامنی ها، ناکام دانستن راهبرد جنگ در برابر مخالفان مسلح و اعتراف روسیه، ایران و پاکستان به داشتن رابطه های با طالبان پای مقام های بلندپایه امنیتی را به نشست مجلس سنا کشاند. ما دلیل دادیم به یک تعداد از کشورها که فکر بکنن که والا این میگه راست است و یا به هر شکلی که است، اونا اهداف خود داشتن. روسیه، ایران، دیگه کشورها گفتن که خوب از داعش که دخو طالب خوب تر است، بیا داعش کمک طالب کمک رو که جلوی داعش بگیره. این مقام بلندپایه استخباراتی کشور اعضای گروه داعش را هراس افغانان خارجی می‌داند که در سال 2014 میلادی از پاکستان به افغانستان رانده شدند. از طرف چترال یک تعداد کسا آهسته آهسته داخل شدن از راه چترال به طرف بدخشان، به طرف نورستان، به طرف کنر. این نتیجه اونمو عملیات بود و نامده نایسته است به اوتره. به نظر می رسد که افغانستان در سال آینده نیز با حمله ها و فعالیت های گسترده مخالفان مسلح روبرو خواهد بود. هر وزارت مربوط در تیمی سه چار ماهی که پیشی داریم لیویت های خدا دارد. در می زمستان ما تصمیم داریم که همه لحاظ سلاح، همه لحاظ وسایل، همه لحاظ پرسونل بایومتریک کنیم و در این سی سلاح و در این سی وسایل یک شفافیت کامل با وجود بیاریم. بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی کشور ضعف رهبری را در برخی از رویدادها می‌پذیرند و تأکید می‌ورزند که در راهبرد جنگی بر انسجام و بسیج بیشتر نیروهای امنیتی تمرکز خواهد شد.
حکومت افغانستان و طالبان بین سالهای 2007 و 2009 میلادی با گفتگو با دیگر مسائل متمایل بودند، اما حکومت پاکستان و ISI مانع این گفتگوها می شدند. روزنامه نیویورک تایمز از زبان یک دیپلمات نروژی که از نزدیک گواه این روند بوده است می نویسد که حتی در سال 2009 میلادی چند دیپلمات این کشور در این باره با ملا محمد عمر دیدارهایی داشتند. از سوی هم وزارت امور داخله می گوید که در تلاش های پاکستان برای برهم زدن روند صلح افغانستان هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. بر بنیاد یک گزارش نیویورک تایمز، این دیپلمات نروژی در سال 2007 میلادی در هتل ماریوت اسلام آباد با هیئت فرستاده شده از سوی رهبران طالبان دیدار کرد. این دیپلمات میگوید که نمایندگان طالبان فهرست نامهای 5 تن را با خود داشتند و قرار بود که این افراد در گفتگوهای احتمالی سال با دولت افغانستان حضور یابند. در گزارش آمده است که در سال 2008 نمایندگان دولت افغانستان و طالبان برای گفتگو با هم به ناروی رفتند، اما چند ساعت پیش از دیدار آنان خانه یکی از اعضای نیت طالبان در کویته با بم آماج قرار گرفت و در آن رویداد برادر این عضو هیئت طالبان کشته شد و همسرش هم زخم برداشت. هرچند این تلاش‌های سال با پادرمیانی ناروی ادامه یافتند و حتی در سال 2009 سه تن از دیپلماتان نروژی با ملا عمر دیدار کردند. در گزارش گفته شده است که ملا عمر در آن انگام از بیماری گرده و شکر رنج می برد. با همه اینها، پاکستان و به ویژه ISI همچون مانع بزرگ در برابر این تلاش های سال ایستاده بودند و نیز افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان روند سال را به چالش می کشید. چنان که در سال 2010 و تنها چند روز پیش از آن که هیئتی از طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون ملا عمر با مقامهای حکومت افغانستان دیدار کند، ملا برادر در پاکستان بازداشت شد. این دیپلمات نروژی میگوید ادامه گفتگوهای سال بسیار دشوار بود، نه تنها از بر مخالفت طالبان بل از بر مخالفت القاعده و ISI. مخالفت ISI پس از بازداشت ملا برادر روشن شد. مردم افغانستان میدانند که چی نقش را پاکستانی ها در سال افغانستان بازی میکنه و هم دنیا متحدین ما هم. کارخانه تولید سازی توریست دهشتگر در پاکستان است و خود پاکستان عامی توریست و دهشتگر است. همزمان با این، شماری از مقام های محلی نیز از این که در چند سال اخیر چگونه تلاش های سال در ولایت های نامن و بنبست رسیدن سخن میگویند. داخلی طالبان و بانه یا پر داخلی مخالفین و بانه چو چو پلاغه کرده چراشی صلح تکینی ها طالبان چرازی نو هغه وقت د منګه د وطن سره مینه لري، هغه چې نه راځي حتما د پاکستان غلامان دی. سال هاست که رسیدن به سال از رویای مردم افغانستان بوده است و در این مدت حکومت ها هم به گونه ای برای به واقعیت مبدل شدن این رویا کوشیدند، اما دخالت های بیرونی در برهم زدن این روند هموار مایه نگرانی بودند. عزیز احمد بارز آگاه مسائل سیاسی را از لندن در مورد نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان اینجا با خود داریم. خیلی خوش آمدین آقای بارز به برنامه. میخوایم از شما بپرسم که چرا روسیه، چین و پاکستان با یک صدا خواستند تا نامهای سران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد برداشته شوند؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های محترم طلوع. ما فکر میکنم تعاملات منطقه در حال تغییر است و نحوی که قدرت های منطقوی از جمله روسا نگران هستند که در عقب حمایت از نیروهای داعش در منطقه آمریکایی ها و قدرت کشورهای عربی قرار داره، بنان میخواهند چرخشی را در سیاست خارجیشان ایجاد و از طالبان حمایت و به نحوی سدی ایجاد بکنند در مقابل داعش که نیروهای داعش نتانه به کشورهای آسیای مرکزی نفوذ کنند. بله. اما روسیه، چین و پاکستان در واقع در نشست سه جانبه امروز در مسکو فیصله کردند که نامهای سران طالبان باید از بهر انجام گفتگوهای سال میان طالبان و حکومت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شوند. فکر میکنید که حذف نام سران طالبان از فهرست سیاه کمک میکنه بر روند سال در افغانستان؟ ما فکر میکنم تا زمانی که قدرت‌های منطقوی در رابطه با طالبان یا داعش در افغانستان سیاست های گزینشی داشته باشند و نحوی که هر یک از قدرت ها بخواهند سیاست اینها را به نفع سیاست های داخلیشان استفاده بکنند،
خارج شدن نامهای سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد هیچ دردی را بر منافع افغانستان و برای آوردن صلح دوا نخواهد کرد. بر علاوه می تواند به نحو طالبا را در جنگجویی و آدم کشیشان تشجیع بکنه که اگر قدرتی در جهان از اونها حمایت نمیکنه، قدرت های دیگه هستن که از جنایت، آدم کشی، خونخواری و قتل انسان های بیگناه اونها را حمایت میکنن و تسلیحات نظامی در اختیارشان قرار میدن. از نظر ما اگر روس ها و پاکستانی ها جمع چین خواسته باشن که سران طالبان از لیست سازمان ملل متحد، از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج شوند، این یک اشتباه استراتژیک است. آقای بارز، حالا در این روزها دیده میشه که روسیه بیشتر میخواهد در مسائل پیرامون افغانستان نقش آفرینی کند، تماسهایی با طالبان برقرار میکنه، نشست سه جانبه را در غیاب افغانستان در مورد صلح و جنگ در افغانستان برگزار میکنه و در کنار از این در این نشست فیصله صورت میگیره تا نامهای سران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شوند. اما عدم حضور افغانستان در این نشست یا عدم دعوت افغانستان در این نشست مورد سوال قرار گرفته. چرا نخواستند این کشورها افغانستان حضور داشته باشد در این نشست؟ من فکر میکنم قسمی که قبلا گفتم، تعاملات منطقه‌ای ما پیرامون جنگ در افغانستان در حال تغییر است. روسا، چینایی ها و پاکستانی ها دارن به نحوی ائتلاف نانوشته‌ای را در رابطه با تحولات افغانستان بالاش کار میکنند که به نحوی که فکر میکنم، البته تنها اینجا مسائل افغانستان نمیتونه به شکل منفرد مطالعه شود. روسا با امریکایی‌ها در جهان در چند نقطه درگیر هستند. حالا میخواهند دردسرهایی را در افغانستان برای امریکایی‌ها و ناتو خلق بکنند تا نشان بدن که اگر شما در اوکراین و در جزیره کریمیا و در مسائل سوریه با ما اگر مشکل ایجاد میکنین، ما هم میتونیم در افغانستان برای شما و متحدینتان مشکل ایجاد بکنیم. از جانب دیگر، دعوت ناشدن افغانستان در جلسه مسکو که در رابطه با سرنوشت افغانستان هست، مخالف معیارهای دیپلماتیک است و این به نفع روس ها در دراز مدت، در به نفع روس ها و منطقه نمی باشه که یک کشوری را که به رسمیت میشناسن، اینجا سفیر دارن و افغانستان اینجا سفیر دارن، اینها را دعوت نمیکنن. برعکس یک گروه شروشی را که خودی ملل متحد به حیث گروه تروریستی میشناسه، با آنها دو سه تا قدرت بزرگ منطقوی علیه افغانستان مذاکرات مخفیانه برگزار میکنن. این خلاف تمام معیارهای دیپلماتیک است. حالا این فرصت چگونه به این کشورها مساعد گردیده تا به دور از افغانستان بیاین در مورد جنگ و صلح در کشور گفتگو کنن، اصلا از افغانستان دعوت نکردن؟ فکر میکنین که کدام سیاست باعث گردیده تا این کشورها بیاین به دور از افغانستان در مسائل کشور به بحث و گفتگو بپردازن؟ آیا رویکرد امریکا در برابر طالبان و یا نه سیاست و تعاملات حکومت افغانستان با طالبان؟ البته اینجا میتونه تعامل تأثیر داشته باشه. تعامل اول سیاست های کلان جهانی است که آمریکایی ها و شرکای جهانیشان از جمله ناتو در تعاملاتشان در دنیا به نحوی کشورهای منطقه را نادیده گرفتن. اینا هم خواستن که ائتلاف را علیه از اینا تشکیل بدهن و مرحله دوم برمیگرده به سیاست های منطقوی حکومت افغانستان که متاسفانه در طول بعد از بن ما در سیاست جهانی و منطقه‌ای ما خیلی فعال نبودیم، خصوصا سیاست منطقه‌ای افغانستان او قسمی که نیاز است فعال نیست که ما بتانیم علاوه از اینکه حمایت جهان را در مبارزه با تروریسم داریم، بتانیم لابی دوامدار با کشورهای منطقه هم داشته باشیم. خیلی ممنون. تعامل باعث می شود که روس ها و چینایی ها بتوانند پاکستانی ها را از کنار آمریکا بیرون بکشن و کنار خود بگیرن و گذارم. اون قسمی که پاکستانی ها سالها برای آمریکا خدمت کرد حالا در خدمت روس و چین قرار میگیره. خیلی ممنون عزیز احمد بارز، آگاه مسائل سیاسی از لندن. ممنون از شما.
دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دو تن را به جرم اختلاس پول به مجازات محکوم کرد. این دادگاه در یک نشست علنی به روز سه‌شنبه کارمند یک بانک خصوصی را به جرم اختلاس 152,000 دلار آمریکایی به 10 سال و 8 ماه زندان و پرداخت پول اختلاس شده به این بانک محکوم کرد. این دادگاه همچنان یک جنرال سارنوالی را به جرم گرفتن 50,000 افغانی رشوت به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم ساخت. برخی از فرماندهان محلی که از سوی CIA پشتیبانی مالی می شوند دست به نقض گسترده حقوق بشر می زنند. در گزارش روزنامه گاردین آمده است که پول های کمک شده غرب از سوی امنیت ملی افغانستان به فرماندهان بدنام محلی داده می شود. در این گزارش همچنان آمده است که نقض حقوق بشر از سوی ملیشه ها و فرماندهانشان به امنیت شکننده افغانستان خطر آفرین خواهد بود. در این گزارش از پیران قل فرمانده محلی در تخار که از امنیت ملی پول به دست آورده است، همچون یکی از قضان حقوق بشر و نیز همچون یک فرمانده ستمگر نام برده شده است. اما فرمانده پیرام قل اتهام های نقض حقوق بشر را رد می کند. برای نخستین بار نشست میان عالمان دین و زنان به هدف مبارزه با خشونت در برابر زنان در ولایت هرات برگزار شد. در این نشست شمار از بانوان و عالمان دین از 4 ولایت حوزه غرب گرد ام آمدند تا از ملا امامان و عالمان دین بخواهند که مانع چهره هایی شوند که تلاش میکنند با لباس عالم دین بر بانوان بتازند. شرکت کنندگان این نشست از عالمان دین میخواهند که مبارزه با خشونت در برابر زنان را از مسجدها آغاز کنند. شماره از زنان ولایت های حوزه غرب در گفتمان میان عالمان دین و بانوان اینجا گرد آمدند و برای مبارزه با خشونت در برابر زنان و کودکان از عالمان دین کمک می‌خواهند. امیدوارم که گفتمان امروز فرصت را مساعد کنه تا مشکلات عمده خانم ها اولویت ها شناسایی بشه و یک بار دیگه تعهد بین نهادهای جامعه مدنی و علمای کرام ایجاد بشه. اگر عالمان دین مبارزه با خشونت در برابر زنان را از مسجدها آغاز کنند، این خشونت ها به گونه چشمگیری کاهش خواهند یافت. مولوی صاحبا اگر بتونه که از میکروفون مولوی صاحبا در بیرون از شهر در ولسوالی ها موقع نماز جمعه، موقع جلساتی که برگزار بشه، اگر اونا بتونه که آگهی بیشتری به برادران ما بده که خانم ها حق و حقوقی دارند، خانم ها مادرن، خواهرن. فعالان جامعه مدنی در غور میگویند که حکومت های محلی حاکم بودن گروه های مسلح غیر مسئول و برگزاری دادگاه های صراحی برای مجازات زنان کار را برای مبارزه در این باره با دشواری های جدی روبرو ساخته است. موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و طالب ها و گروه های افراطی که بسیار از خشونت ها رد میتین به دین و محاکمات سرایی و تیرباران ها و خشونت هایی که انجام میشه با مشکلات خیلی جدی روبرو است. ما نیاز جدی تری داریم که در سطح ولسوالی ها مناطق دوردست تر نظارت جدی تر بر اعمال کسایی که از آدرس منابر و مساجد پیام می رسانند برای مردم و مردم را آگاهی می دن، نظارت جدی تری بر زنا بشه. در همین حال این عالمان دین می گویند برخی چهره ها که در بخش های زیر اداره حراس افکنان هستند دیدگاه های تندروانه را مطرح می کنند. دسترسی حکومت نداره، دولت نداره در اون مناطق، مخالفین دولت اونجا و همون ملای هم که از منبر این گپر میزنه برای از اینکه مخالفین خوشحال بشه این گپر میزنه. شرکت کنندگان این نشست از طرح قانون منع آزار وضعیت زنان و کودکان نیز استقبال میکنند. نزدیک به 1100 جریب زمین میدان هوایی شهر گردیز غصب شده است. مسئولان میدان هوایی شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا میگویند که هرچند مقام های محلی هیئت را برای بازگرداندن زمین های غصب شده گماشته است، اما تا اکنون نتیجه ای را به همراه نداشته است. در همین حال شمار از باشندگان محل میگویند که غاصبان زمین میدان هوایی زورمندان هستند. صندوق جهانی پول برای درآمدهای ملی سال 1396 هجری خورشیدی افغانستان 150 میلیارد افغانی را هدف تعیین کرده است. سخنگوی وزارت مالیه میگوید که با در نظرداشت افزایش درآمدهای حکومت افغانستان در سال مالی گذشته احتمال دارد که امسال هم این وزارت از هدف تعیین شده درآمدهای بیشتر داشته باشد. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که هنوز هم یک بخش بزرگ از درآمدهای حکومت حیف و میل می شود.
وزارت مالیه با در نظر داشت هدف تعیین شده برای درآمدهای سال مالی 1396 از سوی صندوق جهانی پول میگوید که این نهاد راهکارهای روشن را برای افزایش درآمدها روی دست دارد. جلوی فساد بگیریم و گراه موجودیت فساد پایین بیاریم. یک موضوع. دوم سیستم هایی را که معیار کردیم، سیستم های سکودا و سکتاس و ای پیمنت، همین سیستم های خود را به شکل درست اساسی تطبیق کنیم. نهاد دیدبان شفافیت میگوید که سالانه بخش بزرگی از درآمدهای ملی کشور در بخش های گوناگون از دست می رود و صندوق جهانی پول در تعیین هدف برای وزارت مالیه دقیق نیست. حکومت وحدت ملی در قسمت ریفورم عواید ناکام بوده متاسفانه. مافیایی که حاکم بوده بالای سیستم عواید افغانستان هنوز هم حاکم است. آگاهان امور اقتصادی میگویند که سرمایه گذاری در بخش تولیدات داخلی، برقی سازی، گردآوری درآمدها از گمرک ها، جستجوی منابع درآمدزا و جلوگیری از حیف و میل درآمدها از راههای گفته می شوند که درآمدهای ملی را افزایش خواهند داد. ایجاد امکانات برای تولید بیشتر و شرایط تولید بیشتر و معنا داره که میتونه مالیات افزایش بده. این در حالی است که سال گذشته صندوق جهانی پول در گردآوری درآمدهای ملی 132 میلیارد افغانی را برای افغانستان هدف تعیین کرده بود. اما با وجود حیف و میل درآمدهای ملی در نهادهای گوناگون، وزارت مالیه توانست که بیش از 160 میلیارد افغانی را گردآوری کند. افراد مسلح در عراق یک خبرنگار زن را ربودند. وزارت داخله عراق میگوید که افراد ناشناس بر خانه این خبرنگار در بغداد حمله کردند و سپس او را با خودشان بردند. در همین حال نخست وزیر عراق و مقتدی صدر رهبر شیعیان این کشور خواستار رهایی این خبرنگار شدند. افراد مسلح ناشناس دوشنبه شب به خانه یک خبرنگار زن که کمپاین مبارزه علیه فساد اداری را راه اندازی کرده بود حمله کردند و سپس او را با خود بردند. هرچند تا کنون هویت ربایندگان روشن نیست، اما شاهدان میگویند که ربایندگان لباس نیروهای امنیتی این کشور را به تن داشتند و پس از بسته نمودن پسر 16 ساله این بانو، جواهرات و موترش را با خود نیز بردهند. در همین حال نخست وزیر عراق و مقتدی صدر رهبر با نفوذ شیعیان از ربایندگان میخواهند که بیدرنگ این خبرنگار را آزاد سازند. ما می خواهیم که این خبرنگار آزاد گردد و ربایندگان آن مجازات گردند. ما باور داریم که مقام های حکومت عراق آزادی این خبرنگار را در اولویت قرار خواهند داد. عراق پس از سرنگونی حکومت صدام حسین خطرناکترین کشور برای خبرنگاران به شمار می رود، چنان که در سال روان میلادی 6 خبرنگار در این کشور کشته شده اند. نیروهای روس یکی از جبهه‌های سیاه یک هواپیمای ارتش این کشور را که روز یکشنبه در دریای سیاه سقوط کرد یافتند. گمان می‌رود که تمامی 92 سرنشین این هواپیما جان باخته باشند. تا اکنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. از توجهتان از طول و سپاسگزارم. ادامه خبرها را در طول نیوز دنبال کنید. نیروهای روس پس از چند روز جستجو توانستند یکی از جعبه‌های سیاه هواپیمای توپولوف 154 و برخی از بقایای دیگر این هواپیما را در دریای سیاه بیابند. مقام‌های روس می‌گویند که این جعبه سیاه برای بررسی‌ها به مسکو فرستاده خواهد شد. خواصان یکی از جعبه‌های سیاه هواپیما را یافتند و آن را با مقداری از آب دریا در یک جعبه دیگر قرار دادند تا اطلاعات آن نگهداری شوند. در همین حال روز دوشنبه از بحر ادای احترام به قربانیان این رویداد در روسیه سوگواری ملی اعلام شد. شهروندان روسیه روز سه‌شنبه هم به یاد قربانیان این رویداد در بخش‌های از شهرهای مسکو و سوچی گل گذاشتند. آرزو داریم که نزدیکان قربانیان بتوانند با این رویداد کنار بیایند. یاد و خاطره قربانیان همواره با ما خواهند ماند. من هنوز فکر میکنم که این رویداد یک حمله هراس افغانانه بوده است. این رویداد باید با دقت بررسی شود. یک هواپیمای توپولوف 154 روسیه با 92 سرنشین که بیشترشان اعضای گروه موسیقی ارتش این کشور بودند، روز یکشنبه هفته روان 2 دقیقه پس از پرواز از شهر سوچی در دریای سیاه سقوط کرد.
اعضای این گروه موسیقی می‌خواستند به سوریه بروند و در جشن سال نو میلادی برای سربازان روس در پایگاهشان در شهر لازقیه موسیقی اجرا کنند. نخستین محاکمه متهمان کودتای نافرجام ترکیه با تدابیر ویژه امنیتی در استانبول برگزار شد. در نخستین جلسه این محاکمه 29 پلیس از بحر همکاری با کودتاجیان به دادگاه استانبول آورده شدند تا محاکمه شوند. دادستانها در نخستین جلسه محاکمه خواستار حبس ابد به 21 سرباز پلیس از بحر همکاری با کودتاجیان و عدم اجرای وظایفشان شدند. از کودتای نافرجام ترکیه که در 15 جولای سال روان میلادی در این کشور راه اندازی شد 5 ماه میگذرد. در این مدت حکومت ترکیه هزاران تن از شهروندان این کشور و شمول سربازان پلیس، کارمندان خدمات عامه و دیگر افراد را از بر دست داشتن در این کودتا بازداشت و یا از وظایفشان برطرف ساخت. اما این نخستین دادگاه است که در شهر استانبول از بر محاکمه متهمان برگزار میگردد. دادستان استانبول میگوید که از میان 29 پلیس 21 تن آنان ممکن است به حبس ابد محکوم شوند و 8 تن دیگر به اتهام عضویت در سازمان فتح الله گلن و 15 سال زندان محکوم خواهند شد. هر کسی که در این کودتا دست داشتند باید به گونه عادلانه محکمه شوند. کسانی که مجرم نیستند باید جدا ساخته شوند، اما کسانی که مجرم هستند باید به سنگین ترین مجازات محکوم شوند، زیرا آنان بر کشورشان خیانت کردند. در همین حال او میگوید که روند محاکمه دیگر متهمان از 27 دسامبر به بعد در دیگر شهرهای این کشور ادامه خواهد یافت. چنان که شما می دانید محکمه هر یک از متهمان در شهرهای گوناگون برگزار خواهد شد و این سرآغاز محکمه متهمان است. این در حال است که حکومت ترکیه جنبش فتح الله گلن را عامل اصلی کودتای نافرجام این کشور می داند. از همین رو بر سرکوب نهادهای مربوط به این جنبش در داخل و بیرون از خاک ترکیه ادامه می دهد. صدها تن از بخش‌های شرقی موصل از بحر حملات موشکی جنگجویان داعش فرار کردند. این بجا شدگان میگویند که جنگجویان داعش برای پس زدن حمله‌های ارتش عراق دست به حملات موشکی می‌زنند که بیشتر روستاهای آنان آماج این موشک‌ها قرار می‌گیرند. اینان باشندگان بخش‌های شرقی شهر موصل هستند که در نتیجه درگیری‌ها میان جنگجویان داعش با ارتش عراق ناگزیر به ترک خانه‌هایشان از بخش‌های شرقی شهر موصل شده‌اند. آنان میگویند که عملات موشکی آنان را ناگزیر ساخته است تا خانه هایشان را رها کنند و به اردوگاه های بجا شدگان پناه ببرند. سخنگوی ارتش عراق در شهر موصل میگوید که آنان ناگزیر هستند از بر بیرون ساختن غیر نظامیان از این بخش ها عملیاتشان را به کندی و پیش ببرند. ده ها خانواده از بحر حملات موشکی جنگجویان داعش از روستاهای انتصار و کرمه فرار کردند. از همین رو ما عملیات را در شرق موصل متوقف کردیم تا مسیر امن برای بیرون سازی غیر نظامیان ایجاد گردد. ما از خطر مرگ فرار کردیم. ما همه چیز به شمول خانه و دیگر چیزها را رها کردیم. ما کودکانمان را به این اردوگاه آوردیم تا زنده بمانند. این در حال است که در نتیجه عملیات پسگیری شهر موصل که از سوی ارتش عراق از اواسط اکتبر سال روان میلادی راه اندازی شده است، تا کنون نزدیک به 100,000 تن از باشندگان شهر موصل ناگزیر شده اند تا خانه هایشان را ترک کنند. وزیر دفاع تایوان بر مهار تهدیدهای برخواسته از حکومت چین تاکید می‌ورزد. وزیر دفاع تایوان میگوید که تهدیدهای برخواسته از دشمنان با گذشت هر روز بر حکومت تایوان افزایش می‌یابند و از همین رو ارتش تایوان آماده است تا در برابر هر گونه از این تهدیدها از خود ایستادگی نشان بدهد. این در حالی است که حکومت چین هر گونه برقراری روابط نظامی میان تایوان و ایالات متحده آمریکا را نیکوهش می‌کند. افزایش تنش‌ها میان تایوان و حکومت چین. حکومت چین که تایوان را یک بخش از قلمروش می‌داند، هر گونه روابط نظامی آن با کشورهای جهان به ویژه با ایالات متحده آمریکا را مداخله در موضوعات داخلی چین می‌داند. وزیر دفاع تایوان از فعالیت‌های نظامی چین سخت ابراز نگرانی می‌کند و تأکید می‌ورزد که ارتش این کشور آماده است در برابر هر گونه تهدیدهای برخواسته از دشمنان از خود واکنش نشان بدهد.
من میخواهم برای عمه یادآوری کنم که تهدیدهای دشمنان با گذشت روز افزایش می‌یابند. ما باید همواره آماده مبارزه باشیم. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه چین از هر گونه روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا پیش از این هشدار داده است. تایوان یک بخش از تمامیت ارضی چین است که هر گونه موضوعات آن مربوط موضوعات داخلی چین است. هر گونه برقراری روابط با تایوان نقص آشکار توافقنامه مشترک میان چین و ایالات متحده آمریکا است که برای چین قابل پذیرش نیست. اخیراً تنش ها میان تایوان و چین پس از آن افزایش یافته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا پس از پیروزیش در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور تایوان گفتگو کرد که این کار با واکنش تند حکومت چین روبرو شده است. مردی که با همکاری 6 برادرش بر چند عضو یک خانواده در ولایت کندوز تیزاب پاشیده بودند از سوی پلیس این ولایت بازداشت شد. فرمانده پلیس کندوز میگوید که این مرد و 6 برادرش پس از آن که بر 4 عضو یک خانواده تیزاب پاشیدند و برای 6 سال فراری بودند اما سرانجام بازداشت گردیدند. این رویداد 6 سال پیش پس از آن رخ داد که این 7 برادر میخواستند یکی از دختران را به زور به نکاح یکی از برادران وادار سازد. این مرد 6 سال پیش با 6 برادرش در روستای بلکول مرکز شهر کندوز بر 4 عضو یک خانواده به شمول 3 دختر و مادر آنان تیزاب پاشید. این 7 برادر پدر این خانواده را نیز سخت لتوکوب کردند. یکی از این دختران خانواده چشم دیدش را چنین بازگو میکند. یک شب داخل خانه ما شدم را یک برادرانش. وقتی که داخل خانه شد این قسم تیزاب پاشید کرد و لتوکوب کرد. پدر ما بسیار لتوکوب کرد. باز برآمدن رفتن. پدر این خانواده که لتوکوب شده بود درباره علت رویداد چنین میگوید. همین آدم آمده بود به حساب خواستگاری زنانه. ما قبل از این قبول نکردیم. آمد برادر خانه سر فامیل ما در آمد. سر 4 3 دخترم یک خانمم تیزاب پاشی کرد. ما را به چنان لتوکوب کرده بود که دمی آلت مرگ برم. از طرف حوزه 4 تیزی دستگیر شد. در پل چرخی فعلا به زندان است. اکنون متهم اصلی این رویداد که از کندوز به کابل فرار میکرد از سوی پلیس کندوز بازداشت شده است. دای فرار کرده و در دیر وقت فرار و آنن زمان امنیتی پلیس و دای دستگیر کرده چون دای زمان سر تحت تعقیب و دستگیر کرده و وست در سگوری چه بنابراین شاله در قانون پنده تا از پارو. از این خانواده هشدار میدهند که هرگاه این بازداشت شده و برادرانش به کیفر سخت نرسند، عدالت تامین نخواهد شد و از اعتبار مردم بر نهادهای عدلی و قضایی به شدت کاسته خواهد شد. رئیس روابط خارجه اداره امور میگوید که دانشگاه ویژه زنان در دامنه تپه مرنجان ساخته خواهد شد. این مقام اداره امور که در نشست ویژه برای در همین باره در وزارت زنان سخن میگفت میگوید که این ساحه برای ساخت دانشگاه ویژه زنان نهایی شده است و با یک شرکت ترکی نیز گفتگو صورت گرفته تا کار عملی را برای ساخت این دانشگاه آغاز کند. این نشست که برای پاسخگویی تعهدات حکومت برای زمینه سازی به تحصیلات زنان به ویژه ایجاد یک دانشگاه ویژه بانان در وزارت امور زنان برگزار شده است. رئیس روابط خارجه اداره امور میگوید که کارهای نخستین ایجاد این دانشگاه به پایان رسیدند و با یک شرکت ترکیه که این دانشگاه را میسازد نیز گفتگوهای انجام شدند. و همچنان در همین روزهای اخیر از اداره ما مکتوب هم به این اداره صادر شده که هر چی زودتر حالا میتونند بین زمین دختیارشان است کار خود آغاز بکنند. یعنی این که انکشاف در این میهد. در همین حال وزیر امور زنان میگوید که در 1.5 دهه گذشته وضعیت زندگی زنان کشور از نگاه کیفی و کمی بهبود یافته است. با اطمینان میتوان گفت که حداقل در 2 دهه گذشته تعهدات حکومت وحدت ملی در قبال بهبود وضعیت زندگی زنان و دختران هم از لحاظ کیفیت و هم از نظر تعداد بی‌نظیر و بی‌سابقه. با این حال رئیس کمیسیون زنان مجلس نمایندگان از محرومیت تاریخی زنان انتقاد می‌کند. مسئله زنان یک محرومیت تاریخی است، به این خاطر در صدر دادخواهی های جهان قرار داره و به اون پیمانه که برش دادخواهی میشه به اون پیمانه بی‌عدالتی بیشتر میشه، به اون پیمانه جهان یک جهان غیر عادلانه میشه.
حکومت در حال بر ایجاد دانشگاهی ویژه برای زنان تاکید می‌ورزد که آمارها نشان می‌دهند که بیش از 70% از زنان و دختران در کشور بی‌سواد هستند. طالبان با شیوه‌های متفاوت بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان حمله می‌کنند. مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند که فرماندهان محلی طالبان 3 و یا بیشتر از 3 انتحارکننده را برای حمله‌ها بر نیروهای دولتی می‌فرستند. این مقام‌ها می‌افزایند که در یک ماه گذشته 2 گروه از انتحارکنندگان به گونه گروهی از ولسوالی وردوش بر ولسوالی بهارک حمله کردند، اما تمامی مهاجمان کشته شدند. با گفته این مقام‌ها، یک شماری از مهاجمان کشته شده پسران جوان هستند. طالبان در ولایت بدخشان از شیوه های تازه برای از بین بردن نظامیان کشور کار می گیرند. فرمانده پلیس ولسوالی بهارک ولایت بدخشان می گوید که در یک ماه گذشته طالبان 2 بار بر ولسوالی بهارک حمله کردند که در بار نخست 2 پلیس ملی کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند و مهاجمان نیز از پا در آمدند. و دوشنبه شب نیز حراس افغانان از وردوج خودشان را به ولسوالی بهارک رسانیدند که در نبرد با نیروهای امنیتی یکی از مهاجمان کشته شد و 2 تن زخم برداشتند و دیگران فرار کردند. می دانند که یک تعداد محدودی از بهارک هم در اونجا طالب است. اگر کسی دیگه به اینا طرفداری نباشد، در این شک نیست که برادرش، خیشش، قومش، پدرش، مادرش، خواهرش اینا طرفداری میکنن، یک شب جای میدن. حالا شمار از فعالان مدنی اینجا در شهر فیض‌آباد با نگرانی از شیوه جنگی تازه طالبان میگویند که بی‌پروایی حکومت در راه اندازی عملیات زمستانی باعث نیرومند شدن این گروه شده است. تاکتیکی جدیدی را که طالبان انتخاب کردن واقعا بسیار نگران کننده است، به این دلیل که بیشتر در حملات تهاجمیشان یعنی به گفته خودشان حملات فداییشان بیشتر مردم ملکی آسیب می‌بینند. با این حال نظامیان کشور در خط نخست نبرد میگویند که منتظر فرمان بلندپایه‌ها برای آغاز عملیات زمستانی هستند. فصل زمستان فصل مناسب میدانیم، میبینیم و چندین بار پیش بزرگا جناب والی صاحب، جناب قماندان صاحب، رئیس صاحب امنیت رفتیم، اونا را گفتیم که به مراجع بزرگ و بالا، به وزیر صاحب داخله، به لوی دریسی صاحب، به وزیر صاحب دفاع، به رئیس صاحب جمهور شما تماس بگیرین، هدایت بدن که این وقت و این فرصت از دست نره. از سوی هم مقامات محلی بدخشان میگویند که قرار است در 3 ماه زمستان تمامی بخش‌های از دست رفته از سوی نظامیان کشور پس گرفته شوند. ما عملیات به سطح حکومت محلی خود شروع میکنیم و موضوع وردوج یمگانم باز میمانه به مو حکومت مرکزی که اورم به ما تعهد دادند که ان شاء الله اورم تمام ساحات بدخشانی که ناامن هستند دمیته سیما قرار است که باید پاکسازی شود. مقام های محلی بدخشان از نزدیک به 2 ماه به این سو از آغاز یک عملیات بزرگ بر ضد طالبان در این ولایت سخن می زنند، اما این وعده تا اکنون عملی نشده است. از سوی هم از 1 سال بیشتر می شود که اداره ولسوالی وردوج یمگان به دست طالبان است و در چندین ولسوالی دیگر این ولایت نیز این گروه حضور گسترده دارند. دو نهاد رسانه‌ای در ولایت هرات در یک نظرسنجی عمومی به بررسی میزان رضایتمندی شهروندان کشور درباره اعضای مجلس نمایندگان پرداختند. در این نظرسنجی اینترنتی که از سوی مجله 7 قلم و نهاد مطالعات رسانه‌ای افغانستان انجام شده است، نزدیک به 80,000 تن شرکت کردند. این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در 9 ولایت کشور میزان رضایتمندی شهروندان از کارکرد نمایندگان زن در مجلس در مقایسه با مردان بیشتر بوده است. در این نظرسنجی تلاش شده است دیدگاه های شهروندان کشور درباره کارکردها و میزان رضایتمندی آنان از اعضای مجلس نمایندگان بررسی شوند و شرکت کنندگان این نظرسنجی در هر ولایتی که بود و باش دارند به نماینده محبوبشان رای دهند. در این نظرسنجی نزدیک به 80,000 تن شرکت کردند و 20,000 تنشان زنان بودند. نظرسنجی فراگیر و گسترده‌ای بود در سراسر افغانستان، حتی شهروندان افغانستان که در بیرون از کشور بودند نیز میتوانستند در این نظرسنجی شرکت بکنند و به نماینده مورد نظر خود رأی بدن و در مجموع حدود 80,000 نفر در سراسر افغانستان در 34 ولایت و همچنان کوچی‌ها به نمایندگان محبوب و مورد نظر خود رأی دادند. بسیاری کسانی که در این نظرسنجی اینترنتی شرکت کردند باشندگان ولایت هرات هستند و پس از آن کابل بیشترین رای دهنده را در این برنامه داشته است. کمترین میزان شرکت کنندگان این نظرسنجی در زابل بودند.
اما این نظرسنجی ها نشان می دهند که میزان رضایتمندی باشندگان نو ولایت کشور از نمایندگان زن در مجلس بیشتر بودند. بیشترین رضایت از نماینده های خانم بوده. این نکته را ما باید اضافه بکنیم که در چند ولایت نماینده های بانو مقام دوم یا سوم کسب کردند. این نشان میده که میزان رضایت از نماینده های خانم در مجلس نمایندگان افغانستان به پیمانه بسیار بالایی هست. بر بنیاد این نظرسنجی باشندگان هر ولایت در یک رقابت اینترنتی به نماینده محبوبشان رأی دادند و این نهادها محبوب ترین اعضای مجلس نمایندگان را از دیدگاه رأی دهندگان معرفی کردند. و در پایان خبرهای ساعت ده، با چند گزارش اتفاق افتاده در مورد رویدادهای مهم در سال 2016 توجه نماید. سپاسگزارم از همراهیتان تا این دم. در 19 ماه می سال 2016 میلادی، یک هواپیمای خطوط هوایی مصر در دریای مدیترانه سقوط کرد و تمامی 66 سرنشین آن جان باختند. پیلوتان پرواز MS-804 مدت کمی پیش از آن که این هواپیما از صفحه رادار ناپدید شود، پیام‌های به برج مراقبت فرستاده بودند و از وجود دود در هواپیما گزارش داده بودند. صداهایی که از دستگاه ضبط صدا در جعبه سیاه این هواپیما به دست آمدند، نشان می‌دادند که تلاش شده بود تا آتشی که در هواپیما شعله‌ور بود خاموش شود. نیروهای مددرسان مصری بازمانده های قربانیان این رویداد را در آبهای مدیترانه در 290 کیلومتری شمال شهر اسکندریه این کشور یافتند. این سومین رویداد صنعت هواپیمایی در مصر بود. گروه داعش در ماه اکتبر سال 2015 میلادی مسئولیت انفجار بم را در یک هواپیمای خطوط هوایی روسیه پذیرفت. این هواپیما که از شهر شرم الشیخ مصر به سنت پترزبورگ در روسیه می رفت، در هوا منفجر شد و تمامی 224 سرنشین آن کشته شدند. در ماه مارس نیز یک هواپیمای مصری از سوی یک مرد و به وسیله یک بم تقلبی ربوده شد. در 27 ماه می، محافظان ساحلی ایتالیا اعلام کردند که در 16 عملیات جداگانه بیش از 1900 مهاجر را از قایق‌ها در دریای مدیترانه نجات دادند. این مهاجران در قایق‌های بی‌کیفیت و کم ظرفیت سفر می‌کردند. محافظان ساحلی لیبیا نیز اعلام کردند که مانع رفتن 6 قایق با بیش از 750 مهاجر به سوی کشورهای اروپایی شدند و 4 جسد را نیز پیدا کردند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که بحران مهاجرت اروپا که بدترین بحران اینچنینی پس از جنگ دوم جهانی بوده است، در جریان 2.5 سال بیش از 8000 کشته گرفته است. در 29 ماه می یک کشتی ایتالیایی با جسدهای 45 مهاجر به شمول 3 نوزاد به سواحل این کشور رسید. در اواخر ماه می شمار مهاجرانی که از لیبیا به ایتالیا می رفتند افزایش چشمگیری داشت و بیش از 14000 مهاجر این راه پرخطر را پیمودند، اما صدها تن در این راه کشته شدند. در 24 ماه می مقام‌های یونانی یک اردوگاه موقتی پناهجویان را در مرز این کشور با مقدونیه ویران کردند تا مهاجران را از آنجا بیرون سازند. بیش از 1500 مهاجر از اینجا به اردوگاه‌های رسمی یونان انتقال یافتند. وزارت نظم عمومی یونان اعلام کرد که 1529 مهاجر از این اردوگاه بیرون شدند، در حالی که در آخرین روزها 8200 تن در آن به سر می‌بردند. زمانی که مرزهای کشورهای بالکان برای مهاجران بسته شدند، بیش از 12000 تن در این اردوگاه بودند. در 26 ماه می هزاران معترض در شهر پاریس با پلیس این کشور درگیر شدند. این اعتراض‌ها در مخالفت با اصلاحات پیشنهادی حکومت فرانسه در قانون کار این کشور آغاز شدند. پلیس برای پراکنده ساختن معترضان خشمگین از گاز اشکاور کار گرفت. از میان 18 تا 19 هزار معترض 16 تن آنان بازداشت شدند. در جریان 3 ماه اعتراض‌ها به اعتصاب‌های کارگری انجامیدند و کارگران در تصفیه‌خانه‌های نفت، نیروگاه‌های هسته‌ای و بخش حمل و نقل اعتصاب کردند. آنان برخی از جاده‌های پاریس را نیز بستند.
حکومت فرانسه میخواست که با آوردن تغییرات در قانون کار این کشور استخدام و اخراج کارمندان را آسان تر بسازد. اما در نتیجه این اعتراض ها در پنجم ماه جولای مجبور شد تا از این اصلاحات چشم پوشی کند. اما قرار است تغییرات دیگری در قانون کار این کشور بیاید که به شرکت ها اجازه میدهد تنخواه و شرایط کاری را بر بنیاد سطح کاری خودشان تعیین کنند. در 27 ماه می باراک اوباما نخستین رئیس جمهور برحال ایالات متحده شد که از شهر هیروشیمای ژاپن دیدار کرد. او که از محل منفجر شدن نخستین بم هسته‌ای جهان بازدید می‌کرد، خواهان از میان بردن جنگ‌افزارهای هسته‌ای شد. آمریکا در 6 آگست سال 1945 میلادی با پرتاب یک بم هسته‌ای بر شهر هیروشیما چندین هزار تن را در همان لحظه انفجار و نزدیک به 140 هزار تن دیگر را تا پایان همان سال کشت. اما سفر باراک اوباما به هیروشیما نشانه سطح تازه‌ای از مصالحه و روابط نیک میان دو دشمن پیشین است. با این حال آمریکا و ژاپن هر دو مورد انتقاد قرار گرفتند و کارشناسان گفتند که هرچند هر دو کشور بر از میان بردن جنگ افزارهای هسته‌ای تاکید می‌ورزند، اما سیاست‌های آنان بر افزایش توانایی‌های دفاع هسته‌ای متمرکز هستند. در 3 ماه جون دریای سن در پاریس به گونه بی‌پیشینه طغیان کرد. تمامی جاده‌های پیرامون این دریا را آب فرا گرفت و هزاران تن مجبور شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. بارش چندین روزه باران سبب طغیان این دریا و جان باختن 2 تن شد. ارتش فرانسه برای نجات شماری از کسانی که در سیلاب‌ها گیر مانده بودند دست به کار شد. سطح دریای سن پیش از این در سال 1910 میلادی تا 8.6 متر بالا رفته بود و هزاران تن را به ترک خانه‌هایشان مجبور ساخته بود. یکی از مهمترین رویدادهای سال 2016 میلادی وفات محمد علی کلی مشتزن سنگین وزن جهان بود. محمد علی یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین شخصیت های قرن 20 بود و مرگ او مردمان سراسر جهان را اندوهگین ساخت. محمد علی از بهر مبارزات سیاسی و درخشندگیش در مشتزنی شناخته می شد. کلی از بیماری به نام فلج مرتعش رنج می برد که توان سخن گفتن را از او گرفته بود. محمد علی سرانجام در 3 ماه جون و در سن 74 سالگی درگذشت. علت مرگ او شاک عفونی گفته شد. در 10 ماه جون رهبران جهان، افراد مشهور و هواداران محمد علی در ایالت کنتاکی آمریکا گرد آمدند تا برای آخرین بار با او وداع کنند. هزاران تن در جاده‌های شهر لوئیزویل حضور داشتند و عبور کاروان حامل پیکر او را تماشا می‌کردند و گل می‌ریختند. در 7 ماه جون یک موتر پر از مواد منفجره در نزدیک یک موتر پلیس در شهر استانبول ترکیه منفجر شد. در این رویداد 11 تن جان باختند و 36 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار در نزدیک محله اصلی گردشگری این شهر، یک دانشگاه و دفتر شهردار استانبول رخ داد. جوان به نام عمر متین در 12 ماه جون با حمله بر یک کلب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندوی ایالات فلوریدای آمریکا 50 تن را کشت و 53 تن دیگر را زخمی ساخت. این بیشترین تلفات در تیراندازی یک تن در تاریخ ایالات متحده است. پلیس آمریکا عمر متین 29 ساله را که از پدر و مادر افغان در آمریکا به جهان آمده بود کشت. او در همان روز حمله به شماره خدمات اضطراری آمریکا 911 تماس گرفته بود و گفته بود که با گروه داعش بیعت کرده است. بریتانیا در 23 ماه جون سال 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رای داد. نتیجه این همه‌پرسی پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین ضربه به تلاش‌ها برای یکپارچگی بیشتر در اروپا به شمار می‌رود. نتیجه این همه‌پرسی نشان می‌داد که 52% رای دهندگان به خروج از اتحادیه اروپا و 48% دیگر به ماندن در این اتحادیه رای دادند. بریتانیا 5 اقتصاد بزرگ جهان است، اما رأی این کشور به بیرون شدن از اتحادیه اروپا نگرانی های را درباره وضع آینده لندن به حیث یک بازار جهانی به بار آورد. در این هنگام پوند استرلینگ کاهش 10% در برابر دلار داشت که بزرگترین کاهش ارزش آن در تاریخ بود. بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند دسترسی این کشور را به بازار مشترک اروپا محدود کند و به تازگی برخی از مقام های اقتصادی اروپا هشدار دادند که گفتگوهای اقتصادی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره دسترسی این کشور به بازارهای اروپایی شاید 10 سال زمان ببرد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که هوادار ماندن در اتحادیه اروپا بود، پس از این همه پرسی از مقامش کنار رفت. روز چهارشنبه من در نشست مجلس نمایندگان حاضر خواهم شد و سپس به دفترم خواهم رفت تا رسما درخواست کنارگیری بدهم. تا عصر روز چهارشنبه یک نخست وزیر تازه در آن ساختمان خواهد بود.